همینطور که میبینید من بیشتر آرایشم انجام دادم و اومدم اینجا که کانسیلر نوتریکا که بهتون گفتم به جرأت یکی از بهترین هاست به نظر من و تارتو با هم دیگه مقایسه کنم، با این تفاوت که این یک دهم قیمت اینه، نه یک دهم کمتر. یعنی فکر کنم تارت 1,200 باشه، این 167 تومن. سلام به همه، من ونوسم. این ویدیو برای 4 ماه پیشه، قبل از اینکه جریان اتفاق بیفته، و حالا من به هر حال این ویدیو رو دارم پستش میکنم. از اینجا به بعد زندگی ما هیچ وقت عادی نخواهد بود، مثل روال سابق نخواهد بود، ولی زندگی در جریانه. امیدوارم که روزای خیلی خوب برای ما ایرانیام اتفاق بیفته، چون ما واقعا لیاقتش رو داریم و حالا به امید آزادی دیگه به هر حال زندگی در جریانه. روشی که اینجا کرم پود زدم و توی یه ویدیو کامل بهتون توضیح میدم، یه روشیه که هم مصرف کرم پودرتون کم میشه، هم پوستتون سبک داره و هم کاور داره. و در نهایت این که بچه ها طور خدا مراقب خودتون باشید، به امید روزای خوب برای هممون. بریم برای ادامه ویدیو. خب برای اینکه کانسیلر بزنین، اولا که باید زیر چشمتون رو آبرسانی کنین. مردم کرم دور چشمم که همیشه استفاده میکنم، برای زیر میکاپ چشمم هم استفاده میکنم. یه کوچولو از کرم پودرم هم زیر چشمم آوردم، ولی برای هر دوتا به یک اندازه آوردم. خب بزنین اول تارت رو تست کنیم. تارت کانسیلر غلیظیه، یعنی یه کوچولو ازش میتونه کافی باشه. ما کوچولو کوچولو میزنیم و اگر خواستیم بیشتر اضافه میکنیم. تمرکز اصلیمو میزنم برای گوشه چشمم و با همین براش هدایتش میکنم به اونجایی که میخوام. ببین به حالت ذره‌ای و به گوشه خارجی که میرسم به سمت بالا. میخوام رژ گونه‌ام همین جوری که میبینین تا زیر چشمم اومده همجوری هم ادامه پیدا بکنه. پس خیلی چه دیگه روش بونه تا اینجا های چشمه، پس من کانسیلر رو خیلی دیگه نمیبرم تا روی گونم. خب و دیگه کانسیلر تارت کلان کانسیلر غلیظیه، پوشانندگی خیلی بالایی داره، خیلی سریع خشک میشه. برای کسایی که زیر چشم خشکی دارن اصلا فایده نداره، اصلا خوب نمیخوابه، باید حسابی آبرسانی بکنید تا این کانسیلر بتونه خوب بخوابه. پوشش خیلی زیاده داره و علی. خب این شد کانسیلر تارت. حالا من یک کوچولو با همین براشه خیلی کما اضافه میکنم به اینجا. حالا میخوام برم سراغ کانسیلر نوتریکا. اینو من خودم کشفش کردم، جایی هم ندیدم، اصلا نمیدونم چقدر معروف هست نیست. واقعا برنده شو اولین باره که میشنوم. از یکی از دوستامونم که همیشه من خریدم و انجام میدم دیدم. ببین من از این هم همون اندازه که از تارت زدم میزنم. شروع میکنم به فیک کردنش، دقیقا از همون روشی که واسه تارت استفاده کردم و هم استفاده میکنم. به نظرم از نظر رنگی، برای اینکه یه ذره توش زردی داره، خیلی خوبه برای زیر چشم، که اگر شما زیر چشمتون کبودی داره این میتونه یه مقداری از کبودی زیر چشمتون هم کاور بکنه. دقیقا همون روشی که برای تارت اینجور حالت ضربه‌ای زدم و مقداری که زدم و اینا همه رو توی این نوتریکا هم دارم از همون روش استفاده میکنم. خیلی خوب. اما بذاره بیم اینجا هارم بزنیم، اینجا هارم بزنیم، اینجا هارم میزنیم. همون یه ذره که روی براش هم مونده کانتور رو هایلایت ریزی هم میکنم. کاورش واقعا یکیه، در حالی که نوتریکا رقیق تره، یعنی اگر پوست خشکی هم دارید میتونید ازش استفاده بکنید، ولی تارت اصلا برای پوست خشک مناسب نیست. قبل از اینکه خشکش بکنم یه دور دوباره با دست میرم روش. برای مصرف روزانه به نظر من خوبه، برای زیر میکاپ جدیتون خیلی خوبه، میکاپ رسمی و جدی جدی منظورم اینه که رسمی خیلی خوبه و واقعا من خوشم اومد. گفتم چرا که نه، چرا وقتی من خوشم اومده به تو معرفی نکنم که شما هم ازش استفاده بکنید.
و من جدی فکر میکنم که روی پوست، با اینکه من پوست خشکی ندارم، یعنی زیر چشمم پوست خشکی نداره، ولی من فکر میکنم که تارت اصلا خوبم نمیخوابه. البته این مدل جدیدش خیلی بهتر و رقیق تر شده، ولی باز هم غلیظه و خشکه. اگه ویدیو براتون مفید بود لطفاً لایک بکنید، کامنت بذارید، برای دوستاتون بفرستید، کانال رو سابسکرایب بکنید که از دیدن ویدیوهای دیگه هم بی بهره نمونین. خداحافظ.